آقا ابراهیم چطوره؟ حال خوب آرزو دارم سلیوری سلامتی؟ برزمت دارم دود میای؟ میام آرزو میام سلام آقا زرگنه چاست. سلام بدا خود. سلام میده آقا. آقا که نقدر دیر نیت بکنم. بابا ترافیکه به خود آقا زرگنه چاست. با موتور عزیزم. چقدر زنگ میزنه. موتور هم ترافیک داره دیگه. آقا رضا مشتری کارشو میخواد. امشب میخواد بره عروسی. ای بابا ای بابا. اول مال خودم بده. آقا اول سفارش اول. این سه تا سفارش خود شما. سرکن به مال های مشتری رو آوردی. آره آره اینه. هله. بله. این هم قبلی ها. این کار جدیده. به به حال میکنیم حسابی خیلی خوبه جناقی میشینه رو سینا بله برند شده حسابی بله خیلی خوبه فقط این کار جدیده اوجتش 7 تومنه ها چکشو بنویس 1422 1422 اوجتت بسیار خوب خب دفعه بعد که اومدی چکی بهت میدم دست درد میکنم بیا این تلات من موتور بیارم چی شد رضا؟ تصادف کردی؟ سلام افتت کردن همه شو گیرشو میارم علی آقا خب فیوزا ردم رو زده بودن سرویس ها لوی بار مردم رو میزه بله آقا چشم شما نگران نباش علی آقا من خسارتشو میدم 200 گرم بیشتر نبود که اگه نوش سوار 200 گرم نه 203 گرم و 250 صد متفرقش میشه 206 گرم آقا رضا بعدم به قول خودت اون پوفیوزا
همین الان که تو اینجا وایستادی آن لب و لوچه آویزون داری رجز میخونی، دارم بوته داغ میکنن که طلای من آب کنن. بله بشین الان میام. خودتو عوض میکنی بایدش زخمه یواش بخشی بخشی باشی خوبه اینطوری؟ خسره تحلیدی شب چیه چیگاه کنم بی ناموز و حکی بودن، آشنا بودن، آمار منو داشتن. چه مرد شکایت کنی؟ فایده نداره. بسه داشت، بسه. پاشو برید چای نبات بس من بیار. چشم. دلت پره آقا رضا. خیلی عمو خیلی. امان از دست این صاحبکارا. چی شده؟ 15 ساله واسش دارم حمالی طلا میکنم. 15 ساله دارم کار میکنم سودشو میبرم. 15 ساله شبا از استرس تو خواب آمار دور و برم رو میگیرم. اون وقت الان این داستان خفگیری منو شنیدی که حالا که این داستان پیش اومده پشتم خالی کرده. حرف خسارت میزنه. اونم نه فقط خسارت، سودش هم میخواد. خب اونم حق داره، مالشو باخته. چه حرفیه میزنی امید خان؟ مالش درست. از دست من زدن درست. این همه سال جونمو گذاشتم کف دستم واسه طلاهاش. معرفتم خوب چیزیه بابا. بدبختی وام هم نمیتونم بگیرم. چرا؟ سر داستان زنه دیگه، گذاشته رفته مهری و پهری و حسابای ما رو بسته. نکن آقا، خفش نکن، خفش نکن، بیا این بر. دارم خفه میشم مهندس، دارم خفه میشم مهندس. حیف که داشت رضا بهم اعتماد نره، ولی نقشه دارم که همه مشکلات حل میشه. نکنه نقشه گنج ریده کرده. اونم چه گنجی. نه تنها مشکل من داشت رضا، بلکه مشکل شما همه کارگرا رو حل میکنه. اول گنج ما این کارخونه است که اینجا سالهاست خوابوندنش، یه عده کارگرم اینجا خوابیدن آویزون و علاف منتظرن که این کارخونه راه بیفته. تو هم دلت خوشه بابا. شما هم که این عمو رضا بگیر خفشو پاشو برو دوتا سیب زمینی بیار بندازی تو مهندس کشتنشه. بر میزنه.
رای دادی؟ برو اونور الان وقت رای دادن اسکل نمیدونم خود دیدم دست جوهریه گفتم شاید رای دادی. سلام علی آقا. سر زور میای آقا رضا؟ رفتم آقای شکایت کردم دیگه. از کی؟ از دوزا. ایشناسیشون مگه؟ چه ربطی داره؟ رفتم آقای شکایت کردم شناساییشون کنم دیگه. خب چی شد؟ هیچی از سرپرونده خودم انگشتگاری کرده. میگه مظنونی باید بررسی کنیم ببینیم سابقه داری نداری. برعکس شده به قولم. چی گفتم بهت؟ وایده نداره. محمد این نطمت جمع کن. به جایی نمیرسی. اینجا کسی دنبال دزدا نیست. مال باخته ها تحت تعقیب هم. رضا کیفی به پا نگیرن تیتر جرایید بشی. چند دوم امروز؟ 25 13 روز موندن یا آقا؟ 13 روز و چند ساعت؟ ساعتشو نمیدونم. حساب کتابی شدی لوی؟ خبری ایال طولا؟ نه آقا چه خبری؟ لیوان ها برده بیم الان میارم. شهرداری دوباره نامه اختار داده واسه ما. آره بالا گیر کردیم نمیدونیم چی کار کنیم. دنبال ماجرای تخلیه باشین، دنبال کم و کسی طلا باشین، دنبال بدهکاریمون باشین. لوی جان آقا بیار این آبو. اومدم. بفهم انشالله ردیف میشه علی آقا. کارگاه جدیدو میگیری کار کاسبیت برا میشه انشالله. انشالله یه کاری یا نکن یا میکنی درست. حتی آب دادم. ببخشید آقا منم از شرمندگی تو در میام. بده کار نمیمونه علی آقا. قبل رفتن بشینیم یه حساب کتابی بکنیم. خیلی وقت چک نکردیم. حساب کتاب کنم آقا. گفتم قبل رفتن الان پاش این کوره موده رو کمک کن به بچه ها ببینین اونجا جمعش کنین. محمد این فرانسه رو این بغل به من بگذاش. این دوستون اون گاز هم دارن. لوی جون آقا ببین تلفن چیه؟ فهاری آقا بیا تلفن. محمد گاز رو ببن. الو سلام باری جون مخلصم قربونه تو برم. من کارگاه رو جمع کردم جونتو داداش. شرمندم به خدا کوره رو همه الان بچه ها دارن جمع و جورش میکنن. نه بابا کارگاه جدید کجا بوده؟ میخوام برم تو کار بدلی جا. محمد بیا کمک بود. هم سودش بیشتره هم مشتری داره. برو کمک بگی بودون بگی با هم خیلی لشه. آره نه دیگه الان کسی دیگه دنبال اصل نیستش که. همه دنبال بدلن. باشه قربونه. یا علی خدا حافظ. ببین من دهنم اینجاست اینجا نگی. برو کمک کن بینم. ببین دو روز وقت هست ها. یعنی این شهرداری اینجا رو سرمون خراب میکنه. بذار همینجا. لولو خسته نشی. بابا همه شیگه منه که. آره میدونم بهم اعتماد نری ولی جون مادرت یه بار به من اعتماد کن. اینو بخونش. چی هست؟ شما بخون. این که دفترچه کارگاه جمشیدیانه. از کجا کف رفتی؟
وقتی نوه جمشیدیان داشت کارگاه رو به علی دوشابچی میفروخت رفتم سر وقت گاف صندوقش حقم بردارم، این نصیبم شد. ببین طلا چند بوده اون موقع؟ بی خیال قیمت طلا. آقا رضا شما اونجا رو بخون. نه اونجا رو نه، یه صفحه بزن جلوتر. نه نه این هم درسته، درسته همین. سال 1332 مرداد ماهش رو بخونی همه چی دستگیرت میشه. خب این چی الان؟ بخون نوشته یه زن انگلیسی سال 1332 وارد کارگاه جمشیدیان میشه، یه گردنبند الماس هم تو گردنش بوده، یهو تنگش میگیره میره مسترا، گردنبند میفته تو چاه. خب اون وقت هیچ گرد چاه درش نمیاره؟ به همین دیگه، من کل دفترچه رو زیر و رو کردم، آخرین تاریخی که چای کارگاه تخلیه شده دادنش خالکاری سال 1330 بوده، یعنی 2 سال قبل این ماجرا. آقا رضا اگه بدونی این ماجرا چند سال رو مخ منه، ولی خود چیکار میتونستم بکنم؟ من که نمیتونستم کارگاه رو قرق کنم، اصلا قرقش میکردم، چطوری میتونستم اون الماس رو بکشم بیرون؟ ولی الان میتونم داشت رضا، میتونم، چون تو هستی. میدونی منظورم چیه دیگه؟ نه منظور چیه؟ مجدی تقی به توقی خورده، کارگاه افتاده تو تل، علی دوشابچی هم باید خالیش کنه، فاضلابش هم گذاشته مزایده. خب یعنی بری مزایده چا شرکت کنی؟ آهان ده اگه هستی بسم الله، ولی خودت میدونی من که نمیتونم کاری بکنم، الماس هم از کفمون میپره. نه خوشم اومد اولاق، داری عاقل میشی. عجب قصه ای، عجب لغمه ای لوی. فقط یه مشکلی هم. چه مشکلی؟ پس فردا مزایده است. پس فردا؟ آره دیگه، 2 روز بیشتر وقت نداریم. اون وقت الان به من میگی اولا؟ من چیکار کنم؟ هر وقت اومدم حرف بزنم شما زایی تو پرم. چرا من چیز نون نیاوردم؟ نون؟ میبین داشت رضا، میگم این حیرون این ماجرام، همه چی یادم رفت. حالا چقدر لازم داریم؟ اینجوری که فهمیدم 70-80 تا هم داشته باشیم چا مال ماست. قیمتش هم همین حدود هاست، ولی تو از کجا آمداری؟ حالا دیگه بالاخره بعض وقتا گوشه من به تلفن دوشابچی هست دیگه، وقتی داشت با الفت صحبت میکرد شنیدم. بالاخره نوبتی هم باشه نوبت ماست داشت رضا، بالاخره ما هم سهمی داریم از این همه در بدری دیگه، نداریم؟ بخت همه رو پیشونیشونه، بخت ما تو چای خلا. فردا میریم یه دسته چک واسط میگیرم، بعدش بریم ببینیم یه بامی، قرضی، قوله، چیزی میتونیم جفت جور کنیم. نبازیم لویی. دو تا زامن واسه یه بام؟ این زامن ما میشه. خوب شد لااقل چکر رو به همون دادن. چاقو زامن داره ما نداریم. راستی اون خانومه چی شد رفیقه تو قیدی هست؟ والا بهت گفتم اونجا واسه زنهای بی سرپرسته. یعنی چی؟ بس مردهای بی سرپرست چیکار کنم؟ نظر چی به علی دوشابچی بگیم؟ زامن اون میشه دیگه نه؟ نظرم اینه خفه شی. نه شی من بابا گنه ای طور بگم. اما قرنه یه اقا مشتری منتظر به جمع خلاص.
دست طلاس قربون تو. لویی جونم آمد میخوره چی؟ دلتنگی الان میام، الان میام بایستا آمدم. چه خبره محمد؟ این روزا خیلی میخوری. لغزش مغزش کردی؟ لغزش مغزش واسه کوچولوهاست. بالا یا پایین؟ سوال خوبی کردی، هم بالا هم پایین. اما من دوست دارم تو هم بالا بری سمت پایین. با این ناخونهای دستت همچی چنگ بزنی، خون بذاری فواره کنه، من رد کنه. زدی؟ چی؟ هرچی. برم چطه؟ گفتم بخور رد بخورم پاره کن. خب بابا هیچ کی میگه آفیل؟ چی؟ هیچی بلا میکنیم. میخوام دستان بشنم. چه تا امروز؟ بابا حیف سواله نی؟ خب حیفه که علی آقا میگه آب دست بشور دیگه. دادش من شما باید سواله رو لیز بزنی. محمد نه میشه سواله رو خور اینجوره. بستنی طلا میدونی یعنی چی؟ بستنی طلا داداش 400 500 قیمتشه. تو که نمیتونی بستنی چه بخوری، حداقل سوالهشو لیش بزن. دستم انداختی ها، تلخه که. بیا برو کارتو بکن. تو آقا ایسکا اینو نگیر، میام بستنی طلا میکنه تو حلقه تا بگوشی. اون پرداختم سوالهشو جمع کن بذار تو حیاط. اصلاً کرده بود. عجب زیر خاکی شد ولی. فیروزه کجاست؟ فیروزه رو میزه بغل زربین. روزه با تا ما اوستا کار شدیم در کارگاه گل گرفتم. سلام، چطوری آقا رضا؟ خوبی؟ چای نایی بردم برای تو فرخانده، دوتا چای خوبی؟ من نمیدونستم اومدیم، ببخشیم تا تازه رسیدم، منتظر شدینا. دوتا چای بیار فرخانده. چیه گیر داره؟ میخواین کمکتون کنم؟ نه نه نه. نگاه چی کتتون قشنگه، کتتون از اون یکی خیلی بهتره ها. کتتون کبریتی دوست داری؟ نه بتونم میاد. فرخونده دو تا چایی گفتم بیار. دست شما درد نکنه رضا جان. آقا رضا خدا خیر بده به این خیرا که خیرشون برسه به ندارا ان شاء الله. چقدر خیر گفتم. یه رسیدم بعد برام امضا کنید. چشم چشم دست شما درد نکنه. آقا فرخونده دست درد نکنه، چای بزن آقا رضا. مرسی بابا، خسته نباش. بفرمایی، خیلی ممنونم. بفرمایی ممنون. چایتون رو میل بفرمایی. ممنون زحمت کشید. خیلی کتتون قشنگ شده. اینم خدمت شما امانتیه. دست شما درد نکنه خانم جاله. دست شما بابا پای پای دستتون درد نکنه، خیلی قشنگه. نگاه تو رو خدا، فیروزشو نگاه، اینو نگاه کنین. خودم آبکاری کردم. دستتون درد نکنه. سلیقتونو میدونستم، آبکاریشو رفتم زیر خاکی. شما سلیقه خیلی قشنگه، به خدا نگاه کن، نگاه کن. نامه دوستم این در واقع آخرین محصول کارگاه علی دوشاب چیه؟ آخری چرا؟ دیگه کارگاه افتاده تو طرح و دارن خرابش میکنن دیگه. بهتر والا به خدا چیه؟ قد درد میگرفتم میرفتی میومدی، همش استراب و نگرانی و اینا. اتفاقا این مسئول خرید ما هم درخواست داده بره شهرستان. باش موافقت نکردن. من صحبت میکنم با هیئت مدیره، بس خودتون کار رو اندازه. میگم یکی میاد اونجاش عین خودشون. آره یعنی من بیام؟ بله بله، دستون درد نکنه، خیلی خوب میشه اینجا باشی. این آره من صحبت میکنم باشون، نگران نباشین. خیلی ان شاء الله. خدا بزرگواره. تماس میگیرم باهاتون. زنده باشین. امروز من چایتون رو بخوری. مرسی بابا. بله خدا. ممنونم. خیلی قشنگه. مبارکتون باشه. آوارزا میگم خیلی قشنگه. دستتون درد نکنه. خدا مراقب باشه خفتتون نکنن دوباره.
اونا کسی چه خوش سلیقه هم هست. اینجا دریای خزره؟ من و رضا برای اولین بار بعد عروسی اومدیم دریا. رضا آتیش درست کرده و میخواد یه سیب زمینی زغالی خیلی خوشمزه بده به من. منم کم کم میرم که بساط چای دودی رو آماده کنم که یه عصرونه خیلی خوشمزه مشتی بزنم با عشقم. رضا چای دم کشیده. نمیای؟ رضا؟ رضا؟ عشقم؟ عشقم؟ بیا چای دم کشیده رضا. عشقم گوشی رضا نمیای؟ چای دم کردم، چرا نمیای پایین؟ تو آدمی آخه. چی شده؟ میمردی یکم زودتر به من میگفتی. 100 تومن یه روزه از کجا جور کنم من؟ ناراحت نباش، جورش میکنم. یه فکرهایی کردم. چه دنبه ای؟ چقدر میخوای دادا؟ 100 تومن. 100 تومن، 100 تومن میخوای که من خودم بهت میدم نزول نگیریه؟ 100 میلیون. 100 میلیون داداش بعید میدونم بده. بعد تو 100 میلیون به این دوشابچی بده کاری؟ من شو واسه دوشابچی نمیخوام. یه مقدارش هم باشه کار کنم نزول این بابا رو بدم. بعید میدونم داداش، میشه تو 500 تا مشکل داری. بعد مهمتر از همین اینکه تو دستی چک نداری که رضا جون. دستی چک من هست دیگه. لویی تو یه دستی چک هم داری؟ چیه بهم نمیاد؟ یه ذره میاد. شیک دستی چک داره، منم پشتش امضا میکنم. این شد یه چیزی. باشه داداش، فقط یه چند روز من فرصت بده مشکل تو حل میکنم، ان شاءالله درست میشه. فرصت ندارم محمد، همین امروز باید ردیفش کنم. داداش من نمیشه، قربون فکرت، من باید به طرف زنگ بزنم، وقت بذاریم بریم پیش صحبت بکنیم. محمد چی؟ هم محمد چی میگه رضا جون؟ نمیشه. هم چشت دنبالشه؟ وقت من میبینم این ضعف میکنم. از سوالم بازشه، میخوام ردش کنم بره. این کار ردیف کنم، رخشو بردار. جونه داداش بذار من یه زنگ بزنم، شاید یه دفعه ای شد. خدا رو تو دیدی ها؟ دیدی گفتم جورش این کنم؟ حرفت رو ها؟ الو، سلام علیکم، اشرف خان هستن؟ بله بله، مهر، گوش، بله. الو، سلام علیکم. کجا اشرف اینجاست؟ بیا پایین. فرمایش رضا کیفی هم همه قرار گذاشت. سلام، چیزی شده آقا؟ بفرم خیلی میکنم. خسته نباشی.
ستا دولا میگرده شما بفهم. ها سلام مخلصی خیلی سلام شما میگرده سلام بایسا کجا؟ دستا والا 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 یه جلو تا اشرف خان پاکه پاکه سلام علیکم سلام علیکم من پاکم مخلصی دستا والا بله اشرف خان پاکه سلام علیکم حسنم شنم پاکم ده جانم هم بتونم محمد آقا صحبت کرده بودم با تو تلفنی یه چیزایی گفتش اینا بله. توضیحات کامل رو دادن خدمت شما کامل که نه والا همین گفتن خودتون بیشتر توضیح میدید چقدری میخواستین چقدر من 100 تومن 100 تومن خب ببین با همه ما درصدی چیزی مانیم ولی محمد آقا محبت کرده 8% بعد چند وقته میدید 108 چند وقته میخواین محبت کنیم بدیم؟ ما یه ماهه میخواییم یه خشبه ماهه بله بعد یه ماه و یه روز نشه دیگه همون یه ماهه دیگه چون سفارش مهد آقای این دیگه دم شما هم گرم قربون شما در قبالش چی میخواییم بدین؟ من چه که آقا لطف الله رو میدم خدمتون بله من کار ما هستم محبت کنیم بازور طلا پس من 108 تومن با عزت بنویسم درسته؟ فقط یه ماه و یه روز نشه دیگه شعر شنیدی که هم نصیحت بشن وصیت میگه گر هم سفر عشق شدی مرد سفر باش هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش خدا آویزه گوشت کن انشالله به اونجا نرس امضا کن اینجا خدمت شما این کارت شما هم چیز میکردیم ببینیم کارت ملی تو بله بفهم آقا تشریف بیارید اومدن سلام علیکم رفقای قارکار به مزایده چای فاضلاب کارگاه دوشابچی خوش اومدید ببخشید تو این بارون هم نگرتون داشتیم آقا لطف الله همین لویی خودمون مسئول برگزاری این مزایده است اگه قیمت بالاتر داد چه میشه مالمون دیگه این گو یا این میدون دیگه بسم الله شروع کن آقا بفرمایید قیمت اول من از 5 تا من شروع میکنم آقا الفت 5 میدون ببین الفت جون من که میدونم اومد اینجا قیمت بشکنی ولی این چای سواله است سطح زباله نیست من فاضلا به خونه‌ام با 5 تومن نمیدم قال کاری. آقا قیمت پایه 30 تومنه. 30 تومن. آقا شنیدید دیگه. 30 برای من. حاج قاسم 30 میلیون 1. حاج قاسم 30 میلیون 2. زیاد گفتی نه 35 تومن. آقا الفت 35 میلیون 1. آقا الفت 35 میلیون 2. 40 40 بن. 40 من. اسمت چی بوده؟ محمد بی. آقا محمد بی 40 تومن 1. 40 میلیون 45 تومن من مخلص آقا چکریم 45 تومن 1 45 تومن 2 ببین یک کلوم آخرش 50 تومن آقا الفت 50 میلیون 1 آقا الفت 50 میلیون 2 آقا 60 میلیون آقا رضا 60 میلیون 1 وایسا بابا وایسا ببین نمیخوام قیمت چاو ببرم بالا ولی با من نه یا بالا من کم نمیارم تا پشت بیارم نسته محمد بی ایه ای والا یا آقاره جان جونم اینجا کارت جونم علی آقا 60 میلیون پول دارین؟ دارم علی آقا ببین رضا اگه این مزایده به هم بخور من پوستتو میکنم آقا چشم نقد؟ نقد چجوری میدیش؟ 30 تومن الان میدم چجوری میدی نقد میدی؟ چک روز بقیهش؟ پای تخلیه بدهی که به من داری چی؟ بدهی رو همین روز تصویه میکن
ببینیم چی میشه. لوی آقا رضا اعتمادی 60 میلیون یک، 60 میلیون دو، 60 میلیون سه. یواش بابا چرا گازشو گرفتی؟ آقا رضا اعتمادی یک 60 میلیون بگو. آقا اعتمادی 60 میلیون یک، 60 میلیون دو، 60 میلیون دو، 60 میلیون سه. 60 میلیون سه. آقا مبارکه. آقا مبارکه. نوشه جونه. مرسی آقا. مبارکت باشه. آقا دماغتون گرم. بفرمایید، بفرمایید. 60 من نمیارم. خودش آقا بفهم 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 عمو بیا بابا بیا خبر خوب دارم واسهت. مهندس کجای بابا؟ امید خان تو بایگانیه. تو بایگانی چیکار میکنی عمو؟ دنبال قاتل بروسلی میگردی لای این پرونده. سلام. جوینده یابنده است. نگاه کن امضاها رو. چه کسایی بودن. بلش کن. درست میشه. بنده خدا. یه چند تا کارگر میخوام واسه فردا. کارخونه میخواد راه بیفته؟ ایشالله. ولی این سری نباقیر با ان. یعنی چه؟ میخوام قالکاری کنم اینجا. قالکاری دیگه چیه؟ این همه قال گذاشتیم کم بود دوباره میخوان قال بذاریم مردمو؟ نه بابا اسم یه شغله. یعنی چی یه شغله؟ فاضلا به کارگاه طلاها رو میخرن از تو پهناش طلا میکشن بیرون. چه جوری؟ حالا اومدیم اینجا واسه توضیح میدم. بین خودمون بمونه. بین کارگران بگو میخوان کود انسانی درست کنیم. اینجوری بهتره. بعدش هم تیتیش میتیش نیار. کار کثافتکاری داره. سعی کنی یه آدمایی بیاری که کار خوب بکنن منم شیتیل خوب میدم بهشون. خاطر جمع باش. علی حسین فردا چند تایی بچه‌هانو جای نذا برن کارشون داری. یه کار مهمه یادت نره. خدا خیرت بده. قربونت برم. اینا میاد. استخره این پشت هست. بیا بریم بهت نشون بدم. اینم بگو خالی کنم که فردا ما انوگوها رو آوردیم بریزیم این تو. اطاعت میشه. دست درد نکنه. خلاصه گفتم بیرون بله. کسی نیارم. اینا بیکارن بنده خدا. یه لابنون هم گیرم سر کار. هیچ ایرادی هم نداره. دستت هم درد نکنه. چرا خاموش شد؟ عمو عمو بیا اینجا. چرا خاموش کردی؟ قربونت برم این کفش پره. بیا نگاه کن کفش پره. کارگر تو بفرست پایین آب بریزه با کارتک بزنه اینه تحلیگی اون کفار همه رو جمع کنه بیاره بالا. لویی تمام شد؟ داره تمام میشه. بجام 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 تو رو خدا دیرمون شد عمو. ای بابا دیوار میوارا رو چیکار کردی؟ همه رو سابیدی؟ آره بابا حسابی سابیدم. این آهنا چی؟ همش هیچ چی روش نمون. بیا جمع کن، بیا جمع کن دیگه شد روی. بیا جمع کن بریزیم چی بریم. همه جا رو جمع کردی دیگه جای چک نکنم. آوا خیالت راحت. اونا که سفره اونجاست که اینا هنوز رو دیواره که لویی. کدوم سفره؟ چیو میگی خیالت راحت؟ اینا چی؟ اونا کوب و اونا هم رو دیواره که همش. ای بابا ای بابا هر کاری به تو میگم خودم هم بعد دوباره تکرارش کنم. ای بابا اینا رو بکن، اینا رو به تو گفتم اینا رو بکن. اینجا وجب به وجبش خاک تلاس حرومش نکن روی پول. اینا همش پوله پول میفهمی؟ اینا رو جمع کن، اینا رو جمع کن. عمو کشیدی بالا؟ چیو بکشه دیگه؟ تو آشو میخوای با جاش ببری؟ چا هم بکن بردا با خود ببری؟ نه کفش موندن روز بابا جون. این کفش سفال هرچی بیاسته توش لیز میخوره میره اون وسط اینا میکشه میبره دیگه. اون قدیمیاش اون زیر خوش شده مونده همه. میخوای تهشم بلیسه واسه بجام آبا. اما تموم شد. جمع کن دیگه بسه. تموم شد دوستا. جمع کن بریم قربونت برم. جمع کن بریم. جمع کن بکش بریم دیر شد.
روی بجون. اومدم. آقا ما با شما حساب کتاب چیزی نداریم. دستی شما در قربونت برم. قربونه خداحافظ. میبینم ات دیگه. روی بجون. آخه چاکه. جان خداحافظ. آقا روشن کن. روشن کن بیا آقا. این کار چی بود بدل جان؟ روشن کن. ان شاء الله جنشو به کار میذارم. خداحافظ. بیا آقا. برو بالا. بفهمو شما. بفهم. برو بالا. آقا وایسان. برو همین فهمونو برو آقا. برو 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 برو. برو خداحافظ. برو سلام. برو. بیا آقا. بیا بندازیش این تو پمپا بزن بگی پایین دستتو دستتو بگی پایین هرون میشه روی کارگره نایمدن مهندس مهندس ای حساب کتاب ایمه بیا تواوا نامه تواوا دویی بیا برو اون تو رو بجو بیا همون بیا باشه بذار کمک این کنم یا برو با نیتای تای فضل آقا پاک آقا رحم ده فضل آقایش نکر کنید یه بار بیشتر توضیح نمیدم واسهتون این پروژه کود انسانی که قبلا به مهندس گفتم حتما بهتون گفته بوش بده ولی پولش خوبه بعدش هم یه تایمی کار کنید به بوش عادت میکنید مشامتون پر میشه مراحل کار ما اینه که اول از همه دوتا کارگر میرن تو باقلوی این شاش بشکلا رو یه مرحله از سرن رد میکنن مرحله بعدیش اینه که اونی که از سرن رد شده رو کیسه میکنید و داربسته آویزون میکنید مراقب باشید یه ماده زدیم توی خیلی گرونه چه تو مرحله جا به جایی چه اونجایی که آویزون میکنید حروم نشه این آبش حتما اونجا صد لیوانی چیزی بذارید زیر کیسه ها بعد که اونا خوش شد در آخر ما میسوزونیمشون که حالا اون مرحله آخر من بعدم میگم الان مهندس اینجاست من از دور نظارت میکنم اگه چیزی لازم بود من در خدمت هم روی بیا اینجا نظر بیا این بعد نظر آبش بریزه حروم نکن اونو شما هم هی میگین کار این کار فقط فرقش اینه که همیشه با قیر کار میکردین این دفعه با پشکل کار میکنین مهم اینه که روزیتون حلال باشه که روزیتون هم حلاله مشکلی با این قضیه نداره آقا رضا هم قول داده که بهتون شیتیل خوب بده آقا رضا نکنه که این کارگر الماسه رو پیدا کرده پیچونده نه بابا چشم بر نداشتم ازش
شبم به امید گفتم دو ست نگهبان بذار بالا سر اینا. نکنه تو اینا نباشه لویی؟ نه بابا هستش. مگه الماس چقدر یه تیک هست دیگه؟ کلی لرد مونده. خودم گفتم کارگرا برن بقیه لردا رو جمع کنم کیسه کنم. ببین عمو رضا اینا همه لرده. ببین داشت رضا به این چی میگن؟ تا فهمیدم ما وارد کاری شدیم دستم زیاد شد. سلام شب بخیر آقای سهلابادی. بنده هم عرض سلام و ادب دارم. چی میگن؟ 160 تن فاضلاب از ترکیه وارد کردن. کنترل بده من یه نوشه بخورم. آقای سهلابادی چش داشت رضا کوده انسانی یا فاضلاب؟ ببینید ماجرای کوده انسانی یا فاضلاب عرض کنم که ما به جهت اشتغالی که داریم در صنعت از دست میدیم و بنده به عنوان مسئول خانه صنعت یعنی داشت رضا فکر کنه ای بتونیم کل فاضلاب تهران رو دست بگیریم چی میشه؟ چی میتوشه؟ ما در سال 1995 1412 نفر کود انسانی ربطی نداره که سواله نداره بیارزشه وای بیارزشه چرا وارد میکنی؟ من خودم نداریم چرا دارم اتفاقا؟ باش خواب بیا بکشم بسه هیچی بابا من مگه وارد کردم داری من سیمجی میکنی؟ برو همون خونه بوگن گرفت راست میگی میگم یه بوگن میگم شورت جاش رو میزن آخوریه؟ آخ ببخشه چرا خواهد آهسته جمع کنیم بلی نشته مینه وان لوی دقت کنیم اینی ها مثل خوش انگور میمونن یه حبش هم نبا نفله به قبلا گوتم که الان دیگه انگوره مواظب با براره وزن دقیقش تر بیاد با هم معامله همینجا بذار زمین وزن دقیقش تر بیاد من میخوام این طلا رو بریزم کف بازار برام فرقی نمیکنه که خیلی خوب خدا قوت شما برید اون پایین من با آقا رضا صحبت کنم پیلتون رو اسمم بیام برات رو روشن میکنم قصه نبود باشه ابراهیم چقدر دیگه مونده مهندس 10 دقیقه به فرصت داری ماشاءالله روشن تحویلت میدم خیال تخت 10 دقیقه دیگه روشنه اون جفت چشام خیال راحت این یه چای بخوریم من حساب کنم بچه‌ها رو قربونت برم برای من فرقی نمیکنه که باشه من با تماس میگیرم بذار صبح با تماس میگیرم خداحافظ عرضم به حضور شما که ما 6 تا کارگر ساده داشتیم درسته 50 اونا رو میزنم 80 دو تا آسپالت کار داشتیم که گفتی 100 بله 150 میزنم واسه شون نگهبانارم گفتی 150 میزنم براشون بله مثل داوودم 200 میزنم دمت گرم
مخلصی. من یه جمع بزنم الان خدمت درس بفرم. آقا رضا خدا خیرت بده. از موقعی که این آتیش رو روشن کردی این جماعت کارگر انگار تازه از مادر متولد شد. اینقدر خوشحالن که دوست دارن این آتیش همیشه روشن بمونه. به قول فرنگی ها میگن که Remember, today is the first day of your life. به خاطر بسپار، امروز اولین روز از زندگی توه. ایشالله این آتیش هم هیچ وقت دیگه خاموش نشه. این کوره ها همینطوری کار کنه. ابراهیم نسوزی بیشتر از این دیگه. از اون روزی سوختم که اون بشکه داغ غیر لعنتی ریخ رو سر کلم و قیافم از این رو به اون رو کرد. هیچی هم ما رو ندید. حتی اون صاحبکارهایی که به خاطرشون سوختن رفتن و پشترشون هم نگاه نکردن. اینجا رو هم ول کردن به امان خدا. میگم بازم دمه وارزه گرم و خیلی با من رو دارم. گردم داشت بزار، مخلص دم داشت بزار، خلا میگم داشت بزار، داشت بزار، لای لای لالا 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 عالی اومد. بذار بیا. اومد. شد روی. نگفتم داشت بذار. خدای شکرت. درت نه. خدای شکرت. آخه. بوت بعدی آماده کن. حالا حالا. یه کاسمو پر کن. وایسا اومدن لویی؟ ها همی؟ یعنی چی؟ این صد گرم هم نمیشه که. خب یعنی چی؟ سودش کمه؟ سودش کمه چیه؟ چه شرط پرت میگی؟ این خیلی بشه 15 میلیون میشه 20 میلیون میشه 60 تومن پول هم دادیم ما. 60 تومن اون 15 تومن 100 تومن از اشرف گرفتیم. خب میشه؟ لوی خرفه شو، این حرفا چیه میزنی؟ آه اون الماسه نباشه تای اون شاشا به قهقرا میریم ها. نه بابا نگران نباش، من خودم میرم الماس پیداش میکنم. مگه علکیه؟ این همه پساب مونده امو رضا. وایسا بابا چی میگی؟ کنزه الان پیداش میکنم. الان پیداش میکنی؟ صبح شو یه سخ انسو جونی کجا پیداش میکنی؟ چی رو پیداش میکنی؟ توی این تاریکی نشستی دنبال چی میگردی؟ من احمق عقلم رو دادم دست تو که بیام اینجا تو ان چی دنبال چی میگردی؟ لویی دنبال چی نمیگردی؟ پیداش میکنم داشته گوش الان این گوشه موشه ها رو گشتی؟ آره لویی نباشه من بدبخ شدم اینجا رو گشتی؟ آره اونجا هم گشتی اینجا میگه آره اوه تو الماس نامید نماش داشت ازم در نامیدی بس یه امید هست در نامیدی بس یه امید هست برو خب بگیر خب بگیر در نامیدی بس یه امید هست هر اون زاده بدبختم کردی لوی 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 با خدا لوی لوی کمک لوی با خدا نیما برمسن لوی جون مادر جون مادر لوی 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 لوی
جانم سلام خانم جاله خوب هستی؟ سو شما خیلی خوب نه بیدا بودم در خدمتم جانم مثل این روز نمیدونم آخر هفته است بعد زنگ میزنم یه اطلاعاتی بگیرم از همکارا تماس میگیرم با تو مخلصی خدا از شما سلام حاج آقا صبح شما بخیر خوب هستید یه تعداد سکه جدید میخواستم حاجی امروز مشتری دارم چرا؟ واسه چی؟ پس فردا همین پس فردا باشه مخلصی مخلصی چشم چشم لوی لوی پاشو لباس بوش میرم توالت میام حاضر باشی یا داشت رضا ما حالم خیلی بده کجا این بری من لوی الماس واقعی رو پیدا کردم تیکه میدازی؟ زر نزن این سری فقط هرچی من میگم بگو چشم چیه نوبت تو؟ آره نوبت من اون سری نوبت تو بر ریدی این سری هرچی من گفتم همونه هستی یا نه؟ هستم من نوکرتم هستم آخه قضیه چیه؟ بچه های بالا آمار گرفتم سکه دو روز دیگه میکشه بالا میریم هرچی داریم نداریم میذاریم رو هم سکه خرید میکنیم پس فردا که کشید بالا میریم تو بازار بار خودمونو میبندیم ما چقدر پول داریم؟ پول زیاد نداریم ولی اعتبار داریم الان هم دارم میرم پیش مشتری سکه ازش پول نقد میگیرم طلاهای قالم میذاریم روش هرچی که شد و نشد میریم تو بازار خرید میزنیم نصف نقد نصف چک سه روزه چک تو البته بدبخت نشیم رضا بدبخت‌تر از این نمیشیم سلام فرخونده خوب هستید بفهم خواهش میکنم
سلام. سلام، حال شما خوبی؟ بفهمید تو خسته نباشیم، بگم چایی بیاره آقا فرخونده بیاره رو باقا. نه نه، من رفیقم دمه در منتظر بسره. آها، اینجور بده که آخه. من در خدمتم. من صبح که فرمودین 70 میلیون رو ریختم به حساب تو، این رسیدش. بله. تلفن تو قطع و وصل میشه، متوجه نشدم 5 میلیون و 75 و 250 جمعش. این 5 میلیون اونم 251 دو سه چهار نه پنج بفرمایید. بشمارید آقا رضا، بشمارید. شما شمردی هر دست شما درد نکنه. آقا سلیمی خیلی دعاتون کرد. آقا سلیمی همین مسئول خریدمون گفتم بهتون که یکی میخواد بره شهرستان موافقت بده، من جایگزین نداشتم. من گفتم شما رو هیئت مدیره کلی هم استقبال کرد، یکی دو تا امضا بیشتر نمونده، شده حسابش کن. ان شاء الله طرح جدید دیگه آقا رضا، طرح جدید. بله آره، خیالم راحت بشه. ببخشید من زحمتتون دادم. یه دفعه شد قرار بود نیمه شب اون جشن بگیم، بعد یه دفعه گفتن روز مادر و اینا، خانمای سرپرست خانوار و اینان، یه ذره اینجوری شد که تو هم شد. ان شاء الله که خیر دیگه. زنده باشی. من برم بازار میبرم. خدا یه چای میخوام خانم جاله. وای عزت، خدافظ. چه مال خودت نیست که؟ حساب خودم که زنه شرکت کرده بسته، دسته چک مسته چک همه تعطیله. میگه بعد نگفتی؟ نه بابا، نه برگشته، نه راه برگشت گذاشته. شما هم نگران برگشتی نباش، چک لویی منم پشتش امضا میکنم. آقا دستون نرد نکن، یعنی به ما تو نری؟ دلبری نکن آقا لویی. تو دیگه عباس تو این کارگاه ماگاه تأخیری خودت اصلا این رنگ طلا شدی، همش طلاه. دست در نکن. حالا چقدر زرد شدی؟ چه میدونم آقا. خب الان برای چی میخوای؟ کار خیره. ببین من خودم تو کار خیرم، نمیخواد تو کار خیر بکنی. قربونت برم. حالا چند تا میخوای؟ 100 تا سکه. 100 تا؟ بابا 100 تا واسه تو چیزی نیست که قربونم. من 100 تا که ندارم که به تو بدم که. چند تا داری؟ باقیش 50 تا. 50 تا. خوبه دیگه، بقیه رو عوض شما میگی. باش. خب پولیس به تو میدی؟ چقدر میشه الان؟ نه آنلاین اونجا 1,471,000 تومان. اون که طرح قدیمه، طرح جدید. آه اون 1,506,000. 75 و 300. درسته؟ نمیدم درست حساب کردی. خیلی خوب. خب چه میکنی؟ 25 و 300ش رو نقد کارت میکشم، 50 چک 3 روزه. چرا 3 روزه؟ بابا الان که بانک تعطیله، فردا پس فردا تعطیل رسمی میشه، 3 روز دیگه. آقا زیاد نکن، خیلی هست دیگه. خیره. خیلی خوب. آره تو پشیمون نشدم. کارتون تو بده. دمت گرم. همین جان. خیر ببینی. بیا 25 و 300 از این. از ستت نکن. بلیس آقا، بلیس. به نام خوده؟ بله، به نام خودم کامل. کی بیارد؟ رمز چند آقا؟ 13 13. اوه. دو برابر نه. دو تا نه. 3 تا نه. خودم هم نهستم. خیلی. اینجا رو امضا کن. یا اینجا رو؟ آره. یه امضا بست آقا؟ یه امضا بست. بله آقا، کافی مال شما یه امضا بست. آقا این دوتا امضای پشت رو. چشم چشم. اینم بعد تعطیلات میام با هم دیگه میریم بانک، از اون برم میریم پیش اون فیزیوتراپ خانمه. آقا اون تخصصش کردم به بالاست. ماساژش میده. همین جان بیا. بیا. یادش کن. خب پس ما به زودی شما رو میبینیم. سکه ها رو اگه بدی آره. مگه نه که. همین جان اون پرومپ 5 تایی رو بده. نمیده چی بده؟ گفتم شاید یادت بره. یادت رو دست درد نکنه. اعتبارت بیش از اینا. آقا رضا بفرما. خودکار داری؟ نه بده دست درد نکنه. پشتش هم خودم امضا میکنم که خیالت راحت بشه. Thank you.
بفهم. 50 تا حاج قاسم ابراهیمی. حاج قاسم ابراهیمی 50. بله. جمع چقدر شد؟ یه لحظه. 245 تا. بله خب 5 تا شمسی رو بنویس. شمسی 5 تا. خب میشه 250 تا درسته؟ 250 تا دقیقاً. 50 تا ژاله رو بدیم 200 سرمایه گذاری کردیم. فقط کافی دو روز دندون رو جگر بذاریم هیچ کار نکنیم خودش بکشه بالا. مطمئنی؟ شم اقتصادی میخواد دیگه که تو نداری. ثابت هم کردی نداری. اینا رو جمع کنم بذارم گاف صندوق. اون دسته چکم ورده بیا بذارم تو گاف صندوق اونجا نمونه. الان برد میارمش. بجو. اعتبارم خوب چیزی داشت رضا. خفه شو. ایوه. کشید بالا. حبابی شد. یعنی چی؟ یعنی این حباب هی باد میکنه. هی ورم میکنه. هی ساعت به ساعت میره بالا. این خوبه یا بده؟ واسه ما که طلا داریم خوبه. واسه اونی که نداره نه. ای جونم. خبر خوب بده. خبر خوب بده. خبر خوب. خبر خوب سوروسات داره آقا لویی. بریم سوروساتشو بچینیم. بفرما. به 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 به. دست و خوش. عزیزی. جانم. بفرما داشت. به 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 به. عزیزی. جانم. بفرما. نوشه جون. نوشه جون. داشت من میذارم اینجا براتون. به 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 به. بفرما داداش. جانم. بفرما داداش. نوشه جون. بفرما ایزم. نوشه جون. محمد آقا بفرما. به به تخم مرغ مفتست نوشه جون. بوش دارم عزیزی نوشه جان. به 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 بفرما آقا بفرما. بفرما. تعارف نکن بردار. بردار به به. یکی دیگه بردار. یکی دیگه بردار. بردار دوست. بردار سایتر. آه. ماشاءالله. به دوستتم بده. شاکریم آج آقا. سلام علیکم. به 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 به. چه شبیه. ببینم جان. بفرما. یه تحبیه شده دیگه. آره. خانه کجا داری؟ مهمانت شبم من. روز اول که دیدمت گفتم. روز اول که دیدمت گفتم. آن که بختم سیاه کنه این است. آن که زلفم آن که آه. آن که بختم آن که روزم سیاه کنه این است. زلف سیاه داری قربانت شبم من. خانه کجا داری مهمانت شبم من. زلف سیاه داری قربانت شبم من. خانه کجا داری مهمانت شبم من. الو الو الو. سلام علیکم. مخلصیم خانم جاله. حال شما خوب هستیم؟ خیلی مخلصیم جان دلم. نه والا بازار کبیره داستانشو میدونی خانم جاله. یه داره میکشه بالا هیچ کس فروشنده نیست. نه شما نگران نباش من جورش میکنم.
حل خانم، ما با تفاوتش هم با من خیری هست دیگه، بذاری خیری هم به ما برسه، اونم با من. چشم دیگه سپردی به رضا کیفی نگران نباش خانم جاله. باشه، چشم 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 چشم، میبینم اتون، خداحافظ. چون رضا چرا تلفن رو جواب نمیدی؟ میترا زنگ زده واسه شام دعوت کرده، حالا اینا میان، نمیدونم بریم نریم. آدم خجالت میکشه با این موتور لکنته تو جایی بره. ناسلامتی تو بازار طلام کار میکنه، عرضه پول در آوردنم نداری، نتونستی یه ماشین بخری که حداقل بتونیم با آبرو بریم جایی. رضا چرا جواب نمیدی؟ رضا الو رویا سلام، میدونم بلاکم کردی ولی حالم خوب بود، میخواستم واسه وایس بزنم. دوست داشتم الان اینجا باشیم، اینجا باشیم ببینی یاد گرفتم باید پول در آوردم، اینجا باشیم ببینی که از دیروز تا امروز زندگیم از این رو به اون رو شده. اگه الان اینجا بودی هفته دیگه یه شاسی بلند انداخته بودم زیر پات، ولی به هم اعتماد نکردی، تحمل نکردی، زندگیمو ترکوندی. داشت رضا ترکید، ترکید داشت رضا، خدایا شکره. چی ترکید؟ حباب، حباب ترکید، خدا. حباب کجا؟ حباب سکه، حباب سکه ترکید. چی گفت؟ اخبار داره میگه، میگه حباب سکه تو بازار تهران ترکید. خفه چه زیادش کن بینم. خدایا شکره، برمون شم اقتصادی دارم رضا جون، گفت کردم. چکا بود حباب سکه تخریب شد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برقراری ثبات کامل در بازار ارز گفت روند کاهش نرخ سکه خبر بدیه؟ خبر بدیه؟ بدبخ شدی ای با چه؟ معاملات امروز بازار سکه و طرح شده یعنی چی؟ یعنی بدبخ ای خدا ای وای یعنی منم مثل تو ریدم ای وای یعنی حقم خفتم کنم یعنی حقم این تو شاب چه بی همه چیز هنه چه به من شسته هم بفروشه جون مادر نزن یعنی حقم زنم بذاره بره نکن داشت نزن نکن یعنی حقم این تلفزون لعنتی صفر چه گروه بده به خود من دیگه به هیچ کس اعتماد ندارم نکن داشت نزن خوبه همینجا واسه صدات خوبه آقا ما الان راه میافتیم میریم صرافی و بازار کارمارامون رو میکنیم دلار میگیریم راه میافتیم میایم غروب سمت ارومیه خوبه دیگه فقط تا مرز چقدر راهه خوبه ببین این رفیق من فردا صبح این ور باشه گرفتن بردنشا نه بابا دختر کجا بود بدبخت بیچاره کارگر پسره باشه داداش مشکلی نداره مالیش هم حله فقط ما معطل نشیم اونجا چی؟ نه آقا نه قاتله نه سیاسی مال باخته است مال باخته پاشو پاشو ساکمان کتو ببن مدارکت هم بیار بدم کجا؟ میریم ارومیه من نمیام نمیای؟ به کتفم که نمیای فردا میان تو رو کت بسته میبرن یعنی چی؟ یعنی چه کت کف بازاره جلبت فردا صبح دست کاسه با خب نه پا خوابی پیشم سو گفتی؟ من گفتم گوه خوردم میان تو رو میبرن ایوان خدا چه گوهی بخوریم داشت بزن؟ همون گوهی که گفتم پاشو لباس بپیش ساکتو ببن مدارکتو واسه من بیار آه. ما کجا بریم؟ چه غلطی بکنم؟ پاشو پاشو چت بازی در نیار پاشو پاشو بیا برو بپوش بیا شده زنگر نجاد رفته بانک باز چکات یکی یکی از امروز میره بانک روی آقا یه کاری بکنیم بیا این شکار ببریم پس بدیم بی خیال آقا ها؟ چه چرت و پرت میگی؟ ما هم یه الان بریم بگیم گوه خوردیم از 40% تومن بدیم 40%ش میشه 120 میلیون 100 تومن به اشرف بده کاریم 220 میلیون از کجا بیاریم بدیم؟ خب منم همینو میگم دیگه آقا میریم شکار رو بهشون پس میدیم وزنش که کم نشده که آبا تو اصلا نمیفهمی چی
سکه چند گرفتیم از اینا ما؟ ما سکه رو گرفتیم 1,500,000 و نه 1,500,000. الان شده 1,100,000. اونه 400,000 تو اونه سکه داد بدیم. میفهمی اصلا حرف بزنی؟ وای چکوهی خوردم. داشت رزا الان چه غلطی بکنم؟ چی کار کنیم آخه؟ بابا گوش کن بهت دارم میگم چی کار کنیم. چرا گوش نمی کنی؟ چرا احمقی اینقدر تو؟ الان میریم صرافی یه خورده دلار مولار میگیریم، اصلی را میافتیم میریم سمت ارومیه، اونجا سفر میاد دنبالمون میبرتمون، سلماس هم مرز زدمون میکنه دیگه. مرز زدمون میکنه؟ ما خونه چی میخواییم بریم آخه؟ خونه عمه من. یه دقیقه همینجا باش تو معلومی باش موضوع ساکت باش باش رسیدین؟ اینجا که ترمینالی؟ یه دقیقه واسه هم میتونم برم رفیقم رو ببینم، خدافزی کنم بیام. کدوم رفیقه؟ من میام بهت میگم. بوزر کیف باش. باشه، گیر نکنی. سلام آقا، اینجا مدرسه زنونست آقا. ببخش میبینم، با خانم جاله کار دارم. شما؟ رضا اعتمادی. همینجا باشه صداشون میزن. سرشون نشره، خوشش نشره. جاله خانم. جاله خانم. دوتا رو که جانم. با شما کار داریم. سلام رو خود رسول. نشتم این پشتش. ببخش از اینجا که سلام خانمای کنسرتی شما تبریک کنی، خانمایی که کار ندارن برید نهار، برید الان میادن من برم واسه سب کن یه دستمال اینجا رو بکش الهی فدا چند بزن من برم پایین ببینم چقدر پایین شکست بیا پرش دارید خانما بگیرین اینا این چرا خاک بر سر منم میافتم نگران شدم به خدا قبل دست تو دستت درد نکنی دیگه داشتم پچپش میکردم گفتم خیال کنی پولتون دادین دست من خیالتون راحت باشه چرا جواب تلفن رو نمیدین به خدا قبل دست ببخشید گیر کرده بودم بشمون خدای خوبه نمیشمارم شون دیگه کجا خیلی قشنگه بهت میاره رزا چه نگاه کن اینا همش این پسن بیا یا خانوما خانمایی که غذا نخوردن برین نهار خانوما خسته نباشین بیا شما بیا به خدا دیگه همشون داشتن به من بد نگاه میکردن هی میپرسن از کجا آورده میگم که بهتون بعدا میگم سب کن یه دقیقه حسین جا یه دقیقه بیا یه دقیقه سب کن ببین رافی که بهت گفتم یه امضا باید بزنه کار درست بشه یه دقیقه بردار یه دقیقه بردار دست درد نکن نیت کن به هیچ کس هم نکن پس چی بگم ببین رافی اینجاست من میرم صداش کنم بیاد امضا رو بندازه اتاق تام دادم مرتب کردم فرخنده دست کشته بش وایسا ما با تفاوت اینا رو با حساب میکنم هر جدیده دیگه نه یه دقیقه وایسا حالا میام چه بده روشن چی شده شده دعوا کردی؟ سکو بردار نه بابا دعوا چی بابا این محمده هی زنگ میزنه زر 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 چی گفتی بهش؟ هیچی با گفتم وایس آرژانتین داری میه